عرض سلام دارم به تمام دوستان و همراهان وبسایت اوکسیما. با یکی دیگر از جلسات دوره طراح حرفه‌ای صفحات وب باشید، همراه شما دوستان عزیزم هستم. دوستان، در این جلسه ما قصد داریم در رابطه با برخی از تگ‌هایی که در HTML وظیفه‌شون این هست که به سکشن بندی یا بهتر بگم به تقسیم بندی صفحه وب ما کمک میکنن بپردازیم. خب من وارد PHP استور میشم و از بخش پروژکت در اینجا پروژه وب دیزاین رو لود میکنم که بتونم به فایل ها و پوش هایی که دارم دسترسی داشته باشم. اینجا یک فایل index.html دارم، این رو بازش میکنم. اینها مطالبی بودن که در جلسه گذشته ما بهش پرداختیم. خب چون در این جلسه بهشون نیازی ندارم، این موارد رو پاک میکنم که صفحه خالی بشه و آماده بشه برای آموزش های این جلسه هم. و تایتل رو هم روی به این شکل می نویسیم سکشن اشتیام. خب بچه ها اجازه بدید من وارد یک وبسایت بشم. ببین دوستان، مثلا وبسایت اوکسیما رو در نظر بگیرید. من وارد وبسایت اوکسیما میشم. خب منتظر میمونیم که وبسایت برامون لود بشه. خب ببینید دوستان، اگر من بیام و اینجا روی صفحه view page source بزنم و بیاید تا این و اینجا من یکم زوم کنم روی صفحه که شما کدها رو بهتر ببینید، اینها کدهای HTML مربوط به وبسایت اوکسیماس. ببینید دوستان، یک سری تگ هایی رو دارید اینجا مشاهده میکنید به اسم div. میبینید div یا div هم میخوننش، حالا به هر شکلی که خودتون تمایل دارید تلفظش کنید. در اصل این مخفف دیویژن هست، این تقسیم. خب ببینید اینجا، ببینید چقدر ما از این تگ استفاده کردیم. میایم پایین تر، شما فقط اینجا رو ببینید که چقدر ما از این تگ داریم استفاده میکنیم. خب این نشون میده که این تگ جز تگ های بسیار پرکاربرد زبان HTML هست و وظیفه اصلی این تگ تقسیم بندی کردن صفحه ما هست، داکیومنت ما هست، و اینکه ما به واسطه این تگ میتونیم چیکار کنیم. میتونیم بیایم استایل هایی که مد نظر خودمون هست رو بر روی قسمت های مختلف صفحه خودمون اعمال کنیم و اگر دقت بکنید میبینید که تگ های دیگه مثل این تگ لینک رو دقت بکنید درون تگ دیو قرار میگیرن. میبینید درونش قرار گرفتنه و این نشون دهنده اینه که تگ دیو مثل یک ظرف عمل میکنه برای سایر تگ ها. ما به کمک تگ دیو میایم و صفحه خودمون رو سکشن بندی میکنیم. البته در HTML5 تگ های دیگری نیز وجود دارن که برای لایه بندی کردن و تقسیم بندی کردن صفحمون به قسمت های مختلف ازش استفاده میشه، اما خب مهمترین و کاربردی ترین تگی که در HTML برای سکشن بندی کردن یک صفحه، برای لایه بندی کردن یک صفحه، برای تقسیم بندی کردن یک صفحه به قسمت های مختلف تگ دیو هست. ببینید من این رو از حالت زوم خارج کنم. خب این رو هم میبندم.
اگر یک نگاه به این سایت بندازید، به این صفحه از سایت بندازید، میبینید که این سایت، این صفحه از سایت از قسمت های مختلفی تشکیل شده. مثلا این قسمت، این یه قسمت دیگه هست، این یه قسمت دیگه هست. میبینید حتی خود این یه قسمت هست، اون مشکی رنگ، این یه قسمته. میبینید پس میبینید که داره وبسایت ما، قالب ما به قسمت های مختلفی تقسیم میشه. ببینید یک نگاه کلی به این صفحه بندازید، متوجه میشید که هر قالبی، هر وبسایتی از قسمت های مختلفی تشکیل شده و ما این کار رو به وسیله تگ دیو یا دی آی وی انجام میدیم. پس این شد کاربرد تگ دیو. خب من وارد این قسمت میشم و حالا با هم دیگه یک مثالی رو از این تگ کار خواهیم کرد. به عنوان مثال ببینیم که اصلا این تگ رو ما چطور بایستی بنویسیم. بنویسیم div به این شکل و همونطور که دارید مشاهده میکنید این تگ یک تگ در واقع با محتوا هست و دارای تگ ابتدایی و تگ انتهایی هست و مطالب ما یا المنت های دیگر ما در بین این دو تگ قرار میگیره. میبینید خب ما میتونیم درون این تگ تگ های دیو دیگه نیز داشته باشیم. پس ببینید و حتی درون یک تگ دیو دیگه میتونیم تگ دیو دیگری رو نیز قرار بدیم. خب و به این شکل ما میتونیم منجر به این بشیم که صفحه ما به واسطه این دیو تقسیم بندی میشه به قسمت های مختلف. خب حالا ببین بچه ها، من میام اینجا در بین تگ دیوی که ایجاد کردم یک لینک مثلا ایجاد میکنم به این شکل. اچرفش رو روی یک لینک خالی میخوام در نظر بگیرم، لینک نمیخوام بهش بگم، اصلا مهم نیست چیزی که برای اچرف در نظر میگیرید، متنی که بینش قرار میدم و بهش توجه بکنید. مثلا مینویسم اوکسیما. اوکی حالا بیاید نتیجه رو بر روی مرورگرمون ببینیم. اینجا نوشته اوکسیما درسته؟ خب حالا من میام همینجا اگر این اسپکت بگیرم از صفحه خودم، اینجا رو نگاه کنید نوشته بادی، بازش میکنم، یک دیف دارم درست شد، بعد بازش میکنم یک لینک دارم. بچه ها نگاه کنید وقتی من دیف رو اینجا انتخاب میکنم، نگاه کنید اینجا رو که چه فضایی رو از صفحه من اشغال کرده. ببینید از صفحه من که بادی من میشه، خب ببینید کل فضا رو اشغال کرده، یعنی کل عرضش رو پوشش داده. میبینید حالا من وقتی که دیو رو باز میکنم میام روی لینک، لینک فقط همون فضایی که برای حالا لیبلش در نظر گرفتیم رو داره پوشش میده از صفحه ما. خب من اینجا برای که این مفهوم رو بهتون بهتر توضیح بدم، لازمه که یک تگ دیو دیگه من اینجا ایجاد میکنم پایین هم و درونش یک لینک دیگه قرار میدم. مثلا مینویسم وبسایت. اوکی حالا صفحه رو رفرش میکنم. به نظر شما چه اتفاقی میفته اگر من این دوتا لینک رو به این شکل بنویسم؟ ببینید این تگ ای من هست، این رو هم من اینجا برش میدارم به این شکل.
خب اینا رو هم کامنت میکنم. ببین اینا رو هم کامنت کردم. حالا صفحه رو رفرش میکنم. ببین اینها اومدن در کنار همدیگه قرار گرفتن وقتی که من از دیو استفاده نمیکنم. حالا من اینا رو برمیدارم و اینها رو از کامنت خارج میکنم. خب صفحه رو رفرش میکنم. ببینید دوستان اینها زیر همدیگه قرار میگیرن. میبینید زیر همدیگه قرار گرفتن. اگر اینسپکت بگیرم تگ بادی رو باز میکنم، ببینید این یک تگ دیو هست، این هم یک تگ دیو دیگه که در اون هر کدوم یک تگ لینک قرار گرفته. حالا موضوع بحث ما تگ لینک که در اون اینها وجود داره نیست، موضوع بحث ما همون دیو هست. ببینید هر کدوم از این تگ ها، تگ های دیوی که من میام روش، به این فضای آبی رنگ که هایلایت میشه روی کل صفحه دقت بکنید. ببینید این فضایی هستش که خود دیو اشغال کرده، تگ دیو از صفحه من اشغال کرده. خب در اصل دیو درون تگ بادی هست. خب این فضا فضایی هست که مربوط به تگ بادیه. تگ دیو عرض تگ بیرونی خودش رو به ارث میبره اگر براش ارزی رو در نظر نگرفته باشه. پس عرض تگ بیرونی خودش رو به ارث میبره. اینو دقت داشته باشه. مثلا اگه من اینجا بیام از یک استایل استفاده کنم، باز این قسمت مربوط به بحث CSS میشه. شما خیلی کلیشه‌ای این بحث رو اینجا دقت بکنید. انشاءالله در بحث CSS که وارد شدیم من این تگ، این اتریبیوت استایل و کدهایی که این اتریبیوت میپذیره که در از کدهای CSS هستن رو به شما توضیح میدم. الان میخوام یک استایل رو روی تگ دیوم اعمال کنم. چه استایلی؟ قبلا نمونهش رو با هم کار کردیم. میخوام بهش یک بک‌گراند بدم. خب پس می‌نویسم بک‌گراند کالر و مثلا رنگش رو این نارنج قرمز میکنم، اورنج رد میکنم. این رنگ میشه. ببینید این رنگ. خب و همین استایل رو هم به این دیو پایینی هم میدم. ببینید مثلا من بهش میگم چی؟ میگم بک‌گراند این بک‌گراند کالر دیو رو مثلا سبزش، دارک گرینش کنم، سبز تیره بشه، یعنی این رنگی. ببینید خب حالا من صفحه رو رفرش میکنم. ببینید بچه ها، اولا اینکه اینجا رو دقت کنید، هر دو تا تگ دیو به همدیگه چسبیدن. میبینید هر دو به هم چسبیده. من اینجا رو باز کنم، این تگ دیو اول من هست، این تگ دیو دومه. میبینید که هایلایت میشه و فضایی که این تگ دیو اشغال کرده رو ببین دوستان گلم، کل فضایی هستش که بادی در نظر داره، یعنی کل فض عرض بادی رو در اصل اشغال کرد. خب پس به این شکل. پس این یه نکته، این که وقتی ما دو تا تگ دیو رو زیر هم قرار میدیم هیچ فضای خالی بین این تگ، این دو تگ دیو به وجود نمیاد، به هم میچسبن. این یک نکته. و دوم اینکه تگ دیو عرضش به اندازه عرض تگ بیرونی خودش هست. تگ بیرونی این تگ دیو چیه؟ بادی. بادی این عرضش هست. پس عرض تگ بیرونی رو به ارث میبره مگر اینکه براش عرضی رو تعریف کرده باشیم. چطوری این کار انجام بدیم؟ یوید البته اگر بپذیره، اینجا نمیپذیره، اتریبیوتی نداره برای انجام این کار. خب من به شکل یک استایل بهش عرضی رو میدم. مثلا بهش میگم که عرضش 50% عرض تگ بیرونی خودش باشه. من فلسفه درصد و پیکسل رو بهتون توضیح دادم در جلسه که مربوط به تصاویر بود. اونجا بهتون گفتم که درصد یعنی چی، پیکسل یعنی چی. خب اینو بهتون توضیح دادم. الان وقتی که من عرض 50% رو به تگ
دیوم میدم یعنی چی؟ یعنی بیا تگ بیرونی رو در نظر بگیر، ببین ارزش چقدره، 50% ارز اون رو ارز دیو من در نظر بگیر. خب صفحه رو رفرش میکنم، میبینید اینجوری شد. دقت میکنید دوستان عزیزم؟ این هم یه نکته. حالا مثلا اگر من بیام این تگ دیو رو، این تگ لینک رو از داخل تگ دیوم خالی کنم، برش دارم، میخوام هیچی تو این نباشه. خب الان ببینید یک کلمه داخل این گذاشتم دیگه، ارتفاع تگ دیو من به اندازه ارتفاع کلمه من شده، میبینید؟ خب حالا که من داخل چیزی نداشته باشم به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ صفحه نگاه کنید، تگ دیو هنوز هستش ها، اما چون خالی هست پنهان میشه. این پنهان شدن حتی منجر میشه که فضایی که اشغال کرده رو هم از دست میده. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر من اینجا یه کلم، مثلا اینجا من بیام همون لینکی که داشتم اینجا نوشته بودم، این لینک رو اگر از اینجا برش دارم و بیام بیرون از تگ دیوم بنویسم، ببینید چه اتفاقی میفته. تگ لینک من روی اگه بهتون توضیح بدم فکر کنم واضح تر متوجه بشه. نگاه کنید بچه ها، اینجا یک تگ دیو دارم، وقتی که موس رو روش میبرم مثلا هایلایت هم نمیشه، میبینید تگ دیو دوم، چون هیچ محتوایی نداره. وقتی یک تگ دیو هیچ محتوایی نداشته باشه علاوه که پنهان میشه، پنهان نمیشه، ببینید اصلا مثل که حذف میشه، هیچ فضایی رو از صفحه من اشغال نمیکنه. میبینید هیچ فضایی رو اشغال نکرده، چون وقتی که من زیر تگ دیو دوم تگ لینکمو میذارم، ببینید دقیقاً اومده زیر تگ اول قرار گرفته، دقیقاً زیر تگ اول قرار گرفته. خب حالا اگر فضایی رو اشغال میکرد، مثلا من از همین تگ لینک کپی کنم بیام اینجا و حالا اینجا اسمش رو بذارم چی؟ بذارم مثلا my site. خب حالا چیزی که می نویسیم زیاد مهم نیست، مفهوم قضیه رو شما متوجه بشید. ببینید الان my site متن درون یا محتوای درون تگ دیو شد و یک ارتفاع به خودش گرفت تگ دیو من. پس وقتی که هیچ چیزی درونش نباشه ارتفاع این صفر میشه. این ارتفاع رو میبینید، این ارتفاع صفر میشه. یه خورده من بیشتر زومش میکنم، ببینید این ارتفاع صفر میشه دقیقا. پس این باعث میشه که اینجا دیگه چیزی ظاهر نشه. خب من اینجا رو ریست کنم، ببینید حالا که خورده زومش کنم خب که بهتر ببینید. حالا این یه نکته. و نکته دیگه این که من اگر من بیام این تگ دیو رو میبینی که بیرون گذاشتم، بالای سر این تگ دیو گذاشتم، این رو بیام درون این تگ دیو بذارم به این شکل، این رنگش ازش خوشم نمیاد، این رنگش رو من عوض کنم. ای بابا اینجا اینجوری رنگش رو عوض میکنم، مثلا بذاریم پینک صورتیش میکنم اینجوری. خب صفحه رو رفرش کنیم. خب اینجا رو دقت کنید دوستان عزیزم چه اتفاقی افتاد. من این تگ دیو رو آوردم درون تگ دیو بیرونی گذاشتم. خب این صورتیه، خب رنگش صورتیه، این رنگش تقریبا نارنجیه، خب نارنجی به همراه ترکیب رنگ قرمزه. خب عرضی که این داره 50 هست، اما عرضی که این داره چیه؟ عرض تگ بیرونیش هست. عرض این دیوه عرض تگ بیرونیش میشه، یعنی
عرض بادی که 100% پس میشه، کل عرض بادی رو میگیره. این 50%، یعنی 50% عرض تگ بیرونی خودش رو میگیره. یعنی عرض تگ دیو عرضش چقدر بود؟ 100% بادی، یعنی کل عرض صف. این میشه 50% عرض دیو این دیوه. خب به همین دلیل این شکلی نمایش میده خودشو. 50% این نارنجی، 50% این صورتیه هست. میبینید 50% این صورتیه هست. حالا یه چیز دیگه، اگر من بیام مثلا به این تگ دیو بیرونی خب یه عرض بدم، مثلا عرضش رو بذارم 50. خب اینجوری 50%. میتونی پیکسل هم بذارید ها، فرق نمی کنه. یعنی میتونم عرض 50 پیکسل هم میتونه بپذیره، یعنی پیکسل هم میتونه عرضش داشته باشه. من میخوام با درصد کار کنم. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ ببین دوستان عزیزم، این صورتیه 50% از عرض بیرونی خودشو میگیره. نگاه کن اینجا رو، این صورتیه 50% عرض بیرونه، عرض تگ بیرون خودشو میگیره. تگ بیرون، تگ دیو اول ما چیه؟ بادی هست، درسته؟ عرض این چقدره؟ 100% دیگه. پس این میشه 50% 100%. به همین دلیل نصف فضای صفحه منو اشغال میکنه. میبینید نصفش رو اشغال کرده. حالا دومیه که درون تگ اولیه هست، دومین تگ دیو من که درون تگ اولین تگ دیو من قرار گرفته، گفته عرضش دوباره 50. 50% کی؟ 50% عرض تگ بیرونیه تگ دیو من. اینجا نگاه کنید، این تگ بیرونیش چی میشه؟ میشه این. میگه این 50% بادی نیست. چرا؟ خب اینم 50% این تگ هست. یعنی در اصل یه جورایی میشه چی؟ میشه 25% تگ بادی، درسته؟ این تگ 50%، اگه بادی رو 100% در نظر بگیریم، این 50% این 100% هست و این 50% این 50% هست. یعنی 50% این 100%. پس عملا این میشه چی؟ میشه 25% تگ بادی دیگه. حالا شما اینجوری نمیخواید یاد بگیرید، اینجوری شما یاد بگیرید، بگید که تگ دیو من 50% از تگ بیرونی خودشو داره اینجا اشغال میکنه. عرض تگ بیرونی داره اشغال میکنه، تگ بیرونی بادیه، عرضش چقدر؟ 100%، درسته؟ از این میشه 50% 100%. خب حالا تگ درونی دیو من گفته عرضش 50% باشه. 50% کی؟ 50% تگ بیرونی. خب این خودش 50% تگ بیرونی خودشه. خب پس این میشه چی؟ این میشه نصف در واقع این تگ دیگه، عرض این تگ. درست شد؟ خیلی ساده است. پس اینجوری میشه این فضاها رو اشغال کرد. پس یک نکته که در رابطه با تگ دیو مهمه همین بود، اینکه چه ارتفاعی رو اشغال میکنه، چه عرضی رو اشغال میکنه. خب اینها نکات مهمی بودن که در رابطه با تگ دیو بایست شما میدونستید. اما اینکه ما چطور میتونیم مثلا مثل وبسایت اوکسیما بیایم به کمک دیو این حالا سکشن بندی ها رو انجام بدیم، نگاه کنید بچه ها، الان اینو میبینید، این یه تگ دیوه، اینم یه تگ دیوه دیگه است، اینم یه تگ دیوه دیگه است، اینم همینطور. چطور ما اینها رو به شکل افقی کنار هم دیگه قرار دادیم؟ یا اینجا چطور این کار رو انجام دادیم؟ یا این یه تگ دیوه، این چیزی که اینجا دارید میبینید، این هم یه تگ دیوه دیگه، چطور این دوتا رو کنار هم دیگه قرار دادیم؟ خب اینها مواردی هستن که شما بایستی در رابطه با CSS ها اطلاعاتی داشته باشید که بتونیم خیلی تخصصی تر در رابطه با تگ دیو صحبت کنیم. تگ دیو خیلی نکات زیادی داره، خیلی زیاد نکته داره، اما لازمش بر این هست که شما ابتدا CSS رو یاد بگیرید. من خیلی کلی در رابطه با تگ دیف در این جلسه دارم صحبت میکنم، خیلی کلی، یعنی خیلی از نکاتو اصلا نگفتم.
و صرفا هدفم بر این هست که شما خیلی کلی مفهوم تگ دیو رو درک کنید. ما بعد از دوره‌ای که مربوط به CSS هست، یعنی الان داریم در رابطه با HTML صحبت میکنیم، بعد از HTML در رابطه با CSS ها صحبت میکنیم، اما بعد از اینکه CSS رو ما یاد گرفتیم دوباره برمیگردیم به برخی از تگ های HTML و نکات تکمیلی رو با توجه به اینکه ما CSS رو بلد هستیم شروع میکنیم دوباره به گفتن و نکات بیشتری رو در رابطه با این تگ ها یاد خواهیم گرفت به کمک CSS. یکی از این تگ هایی که ما بهش برمیگردیم بعد از CSS همین تگ div هست، چون خیلی نکات داره ولی لازمش برای این هست که ما ابتدا یاد بگیریم چطور میتونیم صفحه‌مون رو به کمک کدهای CSS استایل بدیم. خب پس اگر شما از این جلسه این نکاتی که میگم رو یاد گرفته باشید، فعلا در رابطه با تگ div کافیه. اینکه تگ div تگی هست که به ما این کمک رو میکنه تا صفحه خودمون رو، قالب خودمون رو سکشن بندی کنیم، تقسیم بندی بکنیم. خب و بعد میتونیم در اون هر کدوم از این تقسیم بندی ها از صفحه‌ای که داریم بیایم و المنت های دیگر رو، تگ های دیگر رو و المان های دیگری که لازمه در قالب خودمون قرار بدیم، اونها رو درون موقعیت هایی که ایجاد کردیم، سکشن هایی که در صفحه بکنم که تگ دیو ایجاد کردیم، اونها رو قرار میدیم. پس به همین دلیلی که ما میگیم تگ دیو مثل یک ظرف عمل میکنه برای سایر تگ های دیگه، چون ما به کمک تگ دیو میایم سکشن بندی میکنیم، در واقع موقعیت های مختلف رو روی صفحه‌مون ایجاد میکنیم و بعد میگیم تگ